بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت یکایک شما از شاگردان عزیز، با امید از یک سعدمند باشیم. بازم در خدمت شما قرار داریم با یکی دیگر از برنامه های مکتب، مضمون بیولوژی صنف 11 و درس 16. چه خوب پیش از وارد شدن به بحث امروزی مروری داشته باشین به درس های روز گذشته. کدام یک از شما میتونن برای ما بگن که نام دیگر کرمه های حلقوی چی بود؟ انالیدیا، آفرین، خیلی خوب گفتین. خود کرمه های حلقوی شامل کدام حیوانات میشد؟ کرم زمینی، آفرین، و جوکها، خیلی خوب گفتین. نام علمی کرم زمینی چی بود؟ لومبریکاس ترسترس، بسیار خوب. کلیتیلیوم چی بود؟ کلیتیلیوم، بله، گفتین بین بند 32 و 37 بدنی حیوانات ساختمان آماس کرده وجود داره که در روی چگار میکنه؟ تخمه های انکشاف میکنه، بسیار خوب. تکثر در کرمه های زمینی چگونه بود؟ گفتین هرمافرودایتن. هرمافرودایت یعنی چی؟ خونسا بودن، یعنی اعضای تکثری در وجود داره ولی خود را القا کرده نمیتونه، مجبورم چیکار بکنن؟ آفرین، مواد بین البینی خور تبدیل بکنن. ستاره دریایی متعلق به کدوم فایلمه؟ خارپوستان، آفرین. اینا چه نوع تناظری دارن؟ تناظر شعاعی، آفرین. خب سیستم اینا دارای سیستم های آبی هم هستن؟ بله، سیستم های آبی تیوپی در اینا وجود داره، بسیار خوب. گفتین دو تا نماینده از خارپوستان رو نام بگیرین، خیار بحری و همچنین ستاره های شکننده یا ستاره دریایی. تشکر، آفرین. خب امروز میخوایم یکی دیگر از غیر فقاریه ها با شما داشته باشیم بچه ها، که فایلم به نام چی؟ فایلم مفصلی ها یا آرتروپودا. ببینید نام یا بحثی که امروز انشاءالله میخواییم با شما داشته باشین، فایلم آرتروپودا یا مفصلیه ها. اینا به نام بند پایان هم میگن بچه، به نام چی میگن؟ بند پایان، چون پاهای از اینا بندبنده. جونفیت هم برای از اینا گفته میشه. چی؟ جونفیت. مشخصات عمومی که در این حیوانات وجود داره، بدن از اینا از 3 قسمت، سر، سینه و شکم تشکیل شده، درست؟ اسکلت از اینا خارجیه، اسکلت از اینا از یک نوع مادی به نام کیتین احاطه شده. تناظر جانبی دارن. روز پیشتر ما گفتیم تناظر به چند قسم بود بچه ها؟ به 3 قسم. یک تناظر جانبیه، تناظر شعاعیه و غیر متناظره. حالا تناظر در اینا به شکل گفتیم جانبیه، اگر ما حیوان را از وسط نصف کنیم یک طرف مشابه به دیگه طرف. استحالر دارن، جنس مذکر و مؤنث از اینا جداه. سیستم تنفسی در اینا طوریه که بعضی از طریق جلد، بعضی از طریق سوراخ‌ها یا مسامت‌هایی که در سطح بدن از اینا وجود داره تنفس میکنن، ساختمان‌های به نام اسپایروکل‌ها و غیره. و خصوصیت دیگه‌ای که در اینا وجود داره، اینا سیستم عصبی در اینها بسیار انکشاف یافته نیه، ولی در مقابل عوامل خارجی عکس العمل نشان میدن. اوغداد یا گرگک های به نام گنگیولین در اینا وجود داره. خصوصیات دیگی که در اینا وجود داره، بعضی از اینها سر و سینین و با هم دیگر یک جایه، که اینا به نام سفالوتوراکس میگین. دوران خون در اینا همه بازه، دوران خون چیل دارن؟ بازر دارن. و قلب در اینا به شکل انکشاف یافته نیه،
صحیح شد. و خصوصیت دیگه که اینها تا وقتی به مرحله بلوغ میرسن چندین مرتبه پوسندزی میکنن. اسکلت خارجی از اینا مانع رشد بیش از اندازه میشه. هر وقت به مرحله تکمیل میرسن پوسندزی میکنن. حیواناتی که شامل از این فایلم هسته، یک کلاس حشرات، دو کلاس قشریه ها، سه کلاس عنکبوت ها، چهارم کلاس صد پاها و پنجم کلاس هزار پاها. اینها کلاس های فایلم چند مفصله یا بند پایان میگین حشرات. اگر ما بیایم خود مفصلی ها مقایسه کنین، میگین از لحاظ نفوسی بیشترین موجودات زنده شامل چی هست؟ شامل فایلم آرتروپود هست. بیشترین موجودات روی زمین شامل از این فایلم میشه. حالا از این موجودات که میگین بیشترین شامل شد، یک سوم از اینا باز شامل صنف حشرات یا انسکتا میشه. میگن که خصوصیات یا ویژگی های هر کدوم از اینا رو بشناسیم. مثلا خود قشری ها یا سخت پوستان به نام کرستاسیا میگن اینا رو. ببینین خود صنف قشری ها یا کرستاسیا، طوری که از نام از اینا پیداه، گفتین بدن از اینا از کلسیم کاربونیت سخت مثل چی؟ خرچنگ، میگو، درست؟ اینها نماینده های صنف قشریه های هن. که خود خرچنگ ها باز که نماینده قشریه هستن، اینا به دو نوع هن. یک خرچنگ های معمولیه، یک خرچنگ های دراز هن. خرچنگ های دراز و خرچنگ های معمولی که هر کدوم از اینها میتونه به شکل به اصطلاح منحصر به خود و خصوصیات خود رو داشته باشه. گفتیم تکثر در اینها طوریه که بعضی از اینها پارتینیوجنسیز هن. انشاءالله باز بعدا در بحث مقایسه سیم ها میخونین. میگیم تکثر در اینها به شکل پارتینیوجنسیز. عمل تنفس بعضی از اینها برانشی دارن و بعضی شش. میتونن هم در خشکه و هم در آب زندگی کنن. خصوصیت دیگی که در اینها وجود داره، گفتین بدن از اینها از امون سه قسمت هست ولی اعضا یا زمایم دارن. بعضی گیره ها دارن و بعضی سه جور زمایم، حتی چهار جور زمایم در بدن از اینها دیده میشه. خود قشری ها گفتین خرچنگ های دراز که گفتیم نوعی از قشری ها هست تا به حساب چندین سنتی و حتی تا یک پاوند به حساب میتونیم 30 سنتی هم بعضی خرچنگ ها جسامت از اینا میرسه. و دیگه داشتین بعد از خود قشری ها داریم صنف عنکبوت ها داریم یا نماینده خود عنکبوت ها که شامل قندل، خود عنکبوت، جولاگک و همچنین بحث میتونین بگین خود کنه ها، اینها شامل عنکبوت های هست که هر کدوم از اینا باز خصوصیات و ویژگی های خود دارن. بیم که مشخصات عمومی یا بحث خود قشریه ها داشته باشین. گفتین قشریه ها یا سخت پوستان خصوصیات یا ویژگی های از اینا شناختین که شامل خود خرچنگ ها بود و خرچنگ ها و انواع از اینا رو برای شما معرفی شد. اما آمدیم برو بحث گفتین حشرات که بیشترین تعداد موجودات روی زمین یا بحث بند پایان شامل صنف حشرات میشه یا انسکتا. میگن بدن حشرات از سه قسمت بود: سر، سینه و شکم. زمایمی که در اینا وجود داره، اگر دقت کنین این زمایم طوریه که یک جور آنتن دارن. وقتی ما خود حشرات رو میگین، میگن بدن از اینا از سه قسمته: سر، دو سینه و سوم شکم. در سر حیوانات ما
چی داریم؟ بس آنتن ها داریم، خود چشمه ها داریم، چشمه های ساده و مرکب، مندبیلار داریم به شکل علاشه ها، تایی شد. و در قسمت سینه زمایمه، یعنی دستا و پایین ها داره سه جور زمایمن و بعض از اینا بال دارن، یک جوره یا دو جوره بال دارن. و قسمت شکمی از اینها حلقایی که در قسمت آخر سیستم تکثری وجود داره و سیستم اطراحیه. حشرات گفتین میتونن در هر محیط، ما حشرات در خاک، در آب، در هوا، در روی بدن به شکل زندگی پارازیتی و غیره داریم. علمی که از حشرات بس میکنه بچه ها به نام انتومولوژیه. علمی که از حشرات بس میکنه به نام چی؟ انتومولوژی. حشرات میگین بعضی از اینا مفیده هن و بعضی هم مضره. مضرترین حشره بچه ها ملخه. شاید برای بعضی ها سوال خلق باشه، ملخ که ضرری و نسبت به پشه ها یا نسبت به مگس ها کمتره؟ میگیم نه، ملخ ها اگر دقت کنین زندگی از اینا طوریه که به شکل جمعی میتونه خسارات زیاد با حاصلات زراعتی برسونه. وقتی حمله میکنن، باز انشاءالله در بحث مقایسه سیستم ها میخونین که تکثر در اینا چگونهه. اینها وقتی حمله میکنن میگین چکار میشه؟ کلن نباتات سبز را از بین میبرن. و خصوصیت دیگه یا ای که شد در جمله حشرات مضره، اما به کنار باز حشرات مفیده هم داریم. حشرات مفیده مثال مثل چی؟ زنبور عسل، کرم ابریشم یا کرم پیلک هست. اینها از جمله حشرات مفیده هن. وقتی میگیم زنبور عسل، خود زنبورها از لحاظ کار و نوعیت به سه قسم بود: زنبورهای مذکر، زنبورهای کارگر و ملکه. زنبورهای کارگر جنس نو مؤنثه ولی عقیمن، طوری که از نام اینو پیدای همه کارگرن. مراقبت از کندو، جمع‌آوری شهد یا نکتار، جمع‌آوری یا مراقبت از لارواها، تولید عسل، اینا وظیفه کارگرهای. پاکری، تنظیف، وظیفه کارگرهای. مؤنث و مذکرها که هستن جسم از اینا نسبت به ملکه کوچکتر ولی دبلتر به نظر میرسن یا بزرگترن، چاخترن. اینا مفتخورن، کار اینا الغاه ملکه، ولی بعد از این در کندو از هم اصل تولید شده استفاده میکنن. که حتی در فصل میزان یا خزان وقتی مواد غذایی کم میشه اینا رو از کندو بیرون میکنن. چرا دیگه کدام اصل و مواد غذایی برای خود اینا باقی میمونه و نه هم برای لارواها و اینا هم که مفتور، اینا رو از کندو بیرون میکنن. و ملکه که هست جسم از این باریکتره، طویلتره نسبت به زنبورهای مذکر و کارگرها. و مراقبت از کندو یعنی سرپرستی خود کندو و تخمگذاری رو به عهده داره. خبرگیری از خود اعضای زنبورها، حتی یک اصاره از خود آزاد میکنه ملکه که حس همکاری و محبت نسبت به ملکه بین زنبورها ایجاد میکنه. این باز زنبورهای حشرات مفیده هن. که تولید چیر میکنن؟ عسل میکنن. زنبورهای کارگر میره شهد در جمع میکنن یا گردار جمع میکنن، میارن به داخل کندو، به داخل کندو که وارد میخه بشه چک میشه، پاک باشه، سالم باشه، نوعیت خوب، بعد اجازه ورود. وقتی وارد کندو شد باز به اونجی زنبورهای دیگه موظفن که تولید عسل رو به عهده دارن. گرده یا شهد در میخوره، بعد اون به عسل تبدیل میکنه و بعد خارج میکنه.
و دیگه داشتین کرم ابریشم یا کرم پیله، این هم یک نوع عشره مفیده که در تولید ابریشم با ما چی داره؟ سهم داره یا ارتباط داره. این هم تخمای از او داده میشد به دیاقین یا برای کسایی که خواستار باشن، تخما تبدیل میشه به لاروا و لارواها از برگ توت تغذیه میکنن تا تبدیل میشن به مرحله پیله و بعد از او پیله ها جمع‌آوری و تار ابریشم توسط امو به اصطلاح تخصص یا فنونی که داره از او به دست میارن. پیش از تبدیل شدن خودمی حشر لاروا به حشره یعنی به پروانه و خارج شدن از او، این عملی را انجام میده. خب این شد خصوصیات و ویژگی های خود حشرات. و به کنار ما حشرات پارازیتی را هم داریم، کیک، شپش، پشه ها، اینا حشرات پارازیتی هن. سبب آزار و اذیت انسان ها میشن، سبب آزار و اذیت حیوانات میشن. چون میگن پارازیتی هستن، از خون بدنمو به اصطلاح میزبان تغذیه میکنن و همین سبب و مشکل میشه. اینا خصوصیات و ویژگی های خود حشرات شد. اما رسیدیم برو بحثه، گفتین عنکبوت ها، جلوتر گفتین عنکبوت ها شامل قندل، کنه، جولاگک و خود گژدم یا عقربه. جولاگک رو میشناسین؟ عامیانه ما به شما برای اینا کلاش میگه. با کجا لانه میگیرن؟ در کنج خانه ها، در محیط های میتونین بگین بسته ای که قرار داره داخل زیرزمینی ها، داخل خانه ها. اینها چگار میکنن؟ ساختمان های جالمانند در ایجاد میکنن در نایه بطنی یا شکمی. از اینها سوراخک هایه که این سوراخک ها وقتی افرازات را آزاد میکنه با اکسیژن تعامل میکنه و سبب ساختمان های جالمانند میشه که برای بدام انداختن حشرات از این استفاده میکنه. خود خود در یک گوشه پنهان میکنه، چرا بعضی مواقع احتمال داره خود به دام خود گرفتار بشه، اما راه رفت آمد برای او مشخص هست. و دیگه دارین از جمله عنکبوت ها خود گژدم یا عقرب، نماینده دیگر از صنف عنکبوت های که بدن عظیم علاوه بر سر و سینه و شکم، چون سر و سینه و هم دیگر یک جای ساختمان دومر داره که دوم از پنج بند، در انتهای بند پنجم قده زهری وجود داره. این حیوان چشم داره، چشمای زیر برای دیدن، ولی خیلی کم از اونها استفاده میکنه. حبه میتونه میگیم حیوانی که از طرف شب بیشترتر برای جمع‌آوری قضا بیرون میشه و قضای از این حشرات کوچک تأمین میکنه. تکثر در اینا طوریه که جنس مذکر و مؤنث از اینا جدایه. این چوچه های خودر تا زمانی که شبیه به والدین یعنی کامل میشن میتونه مادر با پشت خود اینا رو نگهداری کنه. یه ایوان قده زهری از این توریه که به هر موقعیت و به هر جایی که بندش ایجاد شد زهر خود رو وارد میکنه. و همچنین خصوصیت دیگه که در این هست، این بسیار حریص نیه، اگر شکار از این کم مقاومت کرد از اون شکار تیر میشه. جای پنهان شدن از اینا اومن زد در زیر سنگ ها، زیر خشت ها، محیط های تاریک و بسته. درست؟ یه هم خصوصیت یا ویژگی خود بعض گژدم یا مو عقرب. بعض از اینها در قسمت دومی خود دو تا قده زهری داره که از امون طریق زهر خود رو وارد بدن تومه یا مو به اصطلاح مانع میکنه. بعد از غشیریه ها رسیدیم برو بحث صدپاها و هزارپاها. میگیم خود صدپاها اینها با زهری هن و گوشت خارن. صدپاها زهر بودن از زهری بودن از این یعنی چی؟ اینا
دندان میگیرن یا میگزن خود چی؟ تومه خوده. و شخص در مقابل از یا موجود داره از بین میبره. گفتین بیشتر اینا گوشخارن، از موجودات کوچک استفاده میکنن و همچنین گفتین حساسیت ایجاد میکنه شخصه. وقتی میجوان یا میگزن شخصه، نایه گزیده شده سرخ میشه. بهترین روش وقایع از انتشار بیشتر از این استحمام با آب سرد، مقاومت بدن میره بالا و خاصیت زری رو خونسا میکنه. اما دسته دومی که هزار پاها هستن، اینا باز برعکس بی زهرن و نباتخارن. دسته اولی زهری بود، دسته دوم بی زهر. این خصوصیات یا ویژگی هایی که تعلق به صدپاها و هزارپاها میگیره. پس اگر خواسته باشین ما بیم خود آرتروپودا یا مفصلیهار یا بندپایانر تقسیم بندی کنین. گفتیم اینها به نام جونفیت یا آرتروپودا میگن یا مفصلیه یا بندپایان، چون پاهای از اینا بندبنده. بدن از اینا از سه قسمت سر، سینه و شکم بود. بعضی از اینا سر و سینه اینا با هم یک دیگر یک جای، مثال خود قشری عنکبوت ها که هست، مثلا کنه سفالوتوراکسه، سر و سینه رو با هم دیگر چسبیده. و خصوصیت دیگی که در این فایل هم وجود دیش گفتین بدن از اینا از به حساب ماده به نام کیتین یا شیتین احاطه شده که اسکلت از اینا خارجی بود. تکثر در اینا طوریه که گفتین اینا استحاله دارن، بعضی استحاله کامل و بعضی استحاله ناقص دارن. تکثر در اینا طوریه که پارتینیوجنسیزن، بعضی هم استحاله داشتن کامل و ناقص و هم پارتینیوجنسیزن. تنفس رو گفتین از طریق جلد، از طریق سوراخ‌هایی که در سطح بدن وجود داره، از طریق اسپایروکال ها و غیره انجام میدن. و همچنین میگین اینها اعضای حسی در اینها وجود داره، آنتن ها دارن بعضی از اینها، چشمای ساده و مرکب دارن و دوران خون از اینها در مجموع همه باز بود. در هر محیط میتونستیم اینا رو پیدا کنیم. گفتین از لحاظ تعداد بیشترین موجودات زنده روی زمین شامل فایلم مفصلیه های هم. و باز مفصلیه خودی و نیمه از اینها یا یک بر سوم یا دوم از اینها شامل صنف حشرات میشه که بیشترین تعداد رو داره. زندگی بعضی از اینا به شکل آزاد، بعضی به شکل انفرادی و بعضی به شکل اجتماعی زندگی میکنن. مثال از جمله زندگی اجتماعی مورچه ها، زنبور ها، کار در بین اینا مشخصه. اما بعضی باز به شکل انفرادی زندگی دارن. بعضی از اینا گفتن مفیدی هن و بعضی هم مضره. حشرات مفیده گفته مثل زنبور عسل، مثل کرم ابریشم یا کرم پیله. و به کنار و حشرات مضره گفتین خود ملخ ها، حتی مگس ها که اینا با زندگی پارازیتی دارن، پشه ها، کیک ها، شپش و غیره. و مشخصات خود قشری ها رو هم فهمیدین که شامل خرچنگ ها بود، شامل میگو بود، شرمپ ها بود. اینها هم انواع و اقسام داشتن. تنفس از طریق برانشی انجام میدادن، قشر کلسیم کاربونیتی داشتن و جسامت خرچنگ های دراز گفتیم تا 30 سانت، حتی تا 50 سانت هم میرسه که اینا در ژاپن بیشتر پیدا میشن. و صدپاها و هزارپاها رو شناختین که یک نوع از این صدپاها زهری هن اما هزارپاها بی زهر هن. این بود خصوصیات و ویژگی های مقایسه یا بحث خود مفصلیه ها یا بندپایان و مشخصات از او. با امید از اینکه از مطالب و موضوعات امروزی استفاده کلی برده باشین، تا دیدار بعد و برنامه بعد همه شما رو بر لای پاک میسپارین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.